اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام و على سیدنا و نبینا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بغية الله في الأرزين واللأن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتی تسكنه ارزک توعا و تمتعه تو طویل طويلا خدا رو شاکریم توفیق داد امسال هم عزاداری و ایام محرم سید الشهدا علیه السلام رو درک کنیم شما عزیزان می‌دارید نشستن تو این مجالس ثوابه قلب انسان رو زنده میکنه روایت داریم از امام رضا فرمود من جلسه مجلسا کسی در جلسه بنشینه که یه یا فیه یاد ما میشه از ما ذکر میشه لم یموت قلبه یوم تموت القلوب قلبش نمیمیره شاداب میمانه روز قیامت که خیلی از افراد نگرانند این زنده و سرحال وارد صحرای معشر میشه خب این روایت تأکید دارد جلسه کسی بنشیند در مجلسی که از ما اهل بیت یاد میشه رضای وقتی یه آقای به نام فزیل آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام آقا فرمودن که تجلسون تو دو حدسون دور هم میشینید حدیث بگید حرفای ما رو بزنید میگه گفتم بله آقا فرمود ان تلک ال مجالس احبها من امام صادق این مجالس رو دوست دارم یا از امام باقر و ائمه دیگه این روایات نقل شده ما دوست داریم این مجالس رو ما دوست داریم خب اینا تاکید بر این هستش که موضوع نشستن تو جلسه ائمه بالاخره یک تغییری تحولی شما هر جلسه اینطوره تاثیر جلسات اهل بیت زیاده و مخصوصا اینم به شما عرض کنم که از روایات اهل بیت استفاده می شود که سیره اهل بیت از اول محرم بوده حالا بعضی میگن آقای امام حسین عاشورا شهید شده خب بعدش مراسم بگیریم نه سیره اهل بیت از اول محرم بود امام رضا فرمود پدرم امام کازم ازا دخل شهر محرم ماه محرم که وارد می دیگه کسی پدرم رو خندان نمی دید تا روز آشورا لا یرا عبی زاهکا و اون روایت معروف که من امروز در برنامه سمت خدا هم خاندم روایتشو امام رضا به ریان ابن شبیب همین امروز روز اول که حالا ریان حواسش هم نبود چه روزیه روز اول محرم آقا فهمدن تو در قفلتی از امروز نمیدونی امروز چه روزیه و میگریدم آقا داره گریه میکنه آغاز محرم پس این دو نکته رو قبل از ورود به بحثمون من به شما عرض کنم یک نشستن در این مجالس احیای امر و ثواب داره نشاط داره شادابی داره و دوم در مورد محرم از آغاز تأکید شده به اینکه در واقع انسان تکریم کنه و تجلیل کنه سیره معصومین علیه السلام بر این بوده خب ضمن اینکه این جلسات یه بهانه ایست یه سلسله مباحثی مطرح بشه من خودم الان الان اونی که به ذهنم میاد از 64 محرم سال 64 تا الان محرم ها منبر میرم حالا 64 مثلا من 20 سالم بوده نزدیک سی و خورده ای سال من منبر میرم تو تمام این سالها یا بیشتر عرض میکنم که هر سال یه بحثی رو در نظر گرفتم بحثاشم دارم یعنی خیلی هم چاپ شده چندین جلد کتاب چاپ شده خب توفیقی آدم بالاخره فرصت پیدا میکنه یه موضوعی رو مطرح کنه گفتگو کنه صحبت کنه امسال من به ذهنم رسید که ما بیایم رو بحث خانواده حسینی بحث کنیم چون کربلا با همه نهزت دیگه فرق میکنه خانواده توشه خانواده وجود داره و جالبه بدانید سه دست خانواده تو کربلا هست یک خانواده بنی هاشم مثلا امام حسین با همسرش رباب یا فرض کنید که قاسم ابن الحسن با مادرش رمله یا بعضی از خانواده ها مادر هست همسرم هم هست پدرم هم هست فرزندم هست مثلا امر ابن جناده باباش بوده خودش بوده مادرش هم بوده اینا یک دسته بنی من یعنی خاندان دسته دوم که حالا مثال زدم اصحاب بعضی از اصحاب با خانوادن بنی هاشم با خانوادن بنی هاشم مثل امام حسین و همسرش اصحاب مثل امر ابن جناده و مادرش و پدرش و جالبه بدانید حالا آمارش بالا نیست ولی عجیبه که دشمنم بعضیا با خانواده اومده بودن یعنی تو سپاه عمر سعد ما برخورد میکنیم با کسانی که زن همراهشونه یا خواهر همراهشونه مثلا بکر وائل بکر این از سپاهیان عمر سعد این زنش همراهش بوده کربلا و این زنی است که حالا تاریخ رو نگاه کنید وقتی امام حسین شهید شد یه مرتبه یه حسی بهش دست داد یه عمودی رو گرفت اومد وسط میدان فریاد زد یا لسارات الحسین به دفاع از امام حسین که بعد نزاشتندش بالاخره گرفتند و مش برخورد کرده <applause> یا کعب ابن جابر کعب ابن جابر از سپاهیان عمر سعد این کسیه که بریر رو کشت بریر از اصحاب امام حسین سید القراء بوده یعنی قاری قرآن بوده شخصیت بسیار بزرگی است این کعب این بریر رو کشت وقت کعب هم همسرش بوده بعضی گفتن هم خواهرش و اعتراض کردن گفتن تو چرا معلم بچه های ما بوده قاری قرآن بوده ارز کردم آمارش کمه ولی سه دست خانواده خانواده بنی هاشم خانواده اصحاب و خانواده دشمن که حالا ما با اون دوتا کار داریم یعنی این مثلا کربلا نه تا شهید مادراشون تو کربلا یعنی نه شهید تو کربلا مادرشون حضور داره مثلا ارز کردم مثل قاسم ابن الحسن مثل عمر ابن جناده مثل زینب کبرا که بچه هاش هستن نه تا مادر که فرزندانشون شهید شدن و اصلا بعد قصه کربلا این هشتاد و خورده ای افرادی که اسیر شدن همه زن و بچه دیگه نه خانوادن یعنی تقریبا معادل شهدای کربلا تو کربلا خانواده وجود داره اگه شهدای کربلا هفتار و دو تا باشن یا بیشتر تقریبا معادل اینا هشتاد و خورده هم زن و بچه وجود داره خب ما اینو باید بحث کنیم یه مقداری و بحث رو بیاریم روی نظام خانواده ببینید آقایون یه کمی حالا بیایم عقبتر یه کتابی نوشته که از این نویسنده های غربی شون کاناداییه کتاب هم زیاد داره حالا تو فضا مجازی بزنید اسمش میاد به نام گاردنر یا گارد بله گاردنر و گ گاف این آقای گاردنر ویلیام گاردنر بعضی کتاباش تا صد هزار تا چاپ خورده مثلا یه کتاب داره معزل کانادا راجع به کانادا نوی این کتاب خیلی پرفروشه این آدم حدود 20 سال پیش یک کتاب نوشت ببینید این آدم کانادایی یا آمریکایی در اصل مسلمان هم نیست یک کتابی نوشت که این کتاب سال 85 تو ایران ترجمه فارسی شده یه خانمی ترجمه کرده و چاپ شده تو بازار است منم تو منزل دارم شما هم تو فضای مجازی بزنید کتاب رو میتونید اصلا دریافت کنید ایشون یک کتابی نوشت آقای گاردنر کانادایی صاحب کتابای متعدد به نام جنگ علیه خانواده اسم کتابی نوشت. جنگ علی ببینید 20 سال پیش 20 سال پیش در این کتاب نوشت خیلی کتاب به اصطلاح قابل توجهی است البته من نمیخوام بگم 100 درصد مورد تعیید منه ولی حرفی که زد این بود گفت ما یه خانواده سنتی داشتیم تو این خانواده عشق بود علاقه بود پدر و فرزند با هم رفیق بودن زن و شوهر بودن با هم دوست بودن بچه های مشروع بود محبت بود کنار سفره هم بود یواش تو غرب جنگ علیه این خانواده سنتی را افتاد بعد فهرست میکنه میگه چه جوری عذر میخوام از محضر شما میگه اومدن رفتن به سمت دوستی های بدون ازدواج حالا میگن ازدواج سفید اومدن رفتن به سمت همجنسگرایی رابطه زن و زن مرد و مرد اومدن رفتن به سمت جایگزینی حیوان به جای فرزند طرف به سگ بگه اولاد جایگزین کردن آمدن رفتن به سمت فمینیسم رفتن به سمت تبدیل زن به عنوان یک ابزار فقط لذت نه به عنوان یه مادر میگه جامعه غرب این حرف من نیست و حرف یادم مسلمانم نیست حرف آقای گاردنره تو کتاب جنگ علیه خانواده کتاب تو بازار قشنگم اینا رو توضیح میده میگه یواش یواش این جامعه چیزی به نام خانواده و سنت توش از بین رفت لذا شما میرید توی غرب میبینید تعداد ازدواج های مشروع فرزندان مشروع تعداد خانواده های مستمر و نتیجه این کار شد طلاق تنوع طلبی روابط خیانت خب ببینید اینا حالا اومدن سراغ کشورهای اسلامی شما قشنگ بینید تو کشورهای اسلامی حالا بعضی کشورها مقاومت کردن اما یواش یواش هم دارن کوتاه میان تو سند 20 و جاهای دیگه اندک اندک اومدن جلو که همین فرهنگ بیارن و من متاسفم که بگم کم و هم موفق شدن چرا آمار طلاق ما از مثلا 5 درصد رسید به 25 درصد رسید به 30 درصد رشد فرزند از سه درصد سه و دو دهم رسید به یک و خورده یه مرتبه ما مواجه شدیم با کاهش فرزند آوری مواجه شدیم با آمار بالای طلاق مواجه شدیم با آمار بالای تجرد مواجه شدیم با آمار بالای دخترها و پسرهای سن بالا مواجه شدیم با خانه های مجردی مواجه شدیم با دوستی های موقت مواجه شدیم با همین جایگزینی حیوان به جای فرزند مواجه شدیم با فاصله گرفتن از هم ریشه کن شدن یواش یواش نسل عمو و عمه و خاله و دایی و وقتی بچه یه بچه است دیگه خب این نه عمه داره نه دایی داره و... وقتی بیاد هی hey, این من نمیدونم در آینده چه خواهد شد نمیدونم واقعا خیلی باید حواس جمع باشه رهبر انقلاب در اون سخنرانی چند سال قبل سبک زندگی رو که مطرح کرد یه سی چهل تا سوال مطرح کرد مفصل اینا رو مطرح کرد و بعد هی تذکر دادن مرمودن مثلا وزارت میخواد یه وزارت خانواده که آقا کار این پیگیری ازدواج کاهش طلاق افزایش فرزندآوری، آوری ایجاد محبت آقا شکر گذشته این مشورت ها رو نداشتیم حکمی تو خانواده ریش سفیدی مسائل رو حل میکرد لذا مشکل خانواده مشکل اساسی است من دلم میخواد کربلا رو بیارم تو این بحث و فکرم میکنم کمتر ما تو این قصه صحبت کردیم دائما از شجاعت امام حسین رشادتش مصیبتش ایثارش اخلاصش نمازش جای خود اما یادمون رفته آقایون خواهرها بخش عمده ای از نقش کربلا دست خانواده بنی هاشم و خانواده اصحاب حضور خانواده ها نقش اینا و ارتباطی که امام یا اصحاب با خانوادهشون دارن اینا نکات مهمی است ما نباید رو از دست بدیم خب الحمدلله بازم خدا رو شوی به هوای این منبر امام حسین بالاخره یه عده میان میشنن حالا اتقا اینا رو میشنوند و این نظام ببینید من دو تا نکته بگم به شما بعد وارد مباحث کربلا بشم نکته اول خانواده تو قرآن چه ویژگی هایی داره خلاصه میگم حالا کتاب نوشتن خیلی به همین نام خدا رحمت کنه مرحوم های ریشهری یک کتابی دارد تحکیم خانواده بعضی عزیزان دیگه کتاب دارن خانواده در قرآن من یه چند تاشو بگم ببین خانواده تو قرآن چه ویژگیهایی داره یک آرامشه قرآن میفرماید لتس کنو سکن شما به خونه میگید مسکن دیگه به قرصای مثل استمنافان و اینا میگید مسکن درد و میاره پایین خانواده کاهش دهنده درده لتس کنو سکن مسکن شب ما میگیم سکن یک ای دو این سوره روم آیه 21 و, ای و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم از واجن اصلا اسلام نگاهش نگاه مسائل لذتی نیست لتس کنو الیها دو و جعل بینکم موده خانواده مرکز مودته مودت از ود میاد ما حبم داریم ودم داریم مثلا راجب اهل بیت داریم قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا ود یعنی محبت طرفینی با هم کشش باید بینشون محبت باشه اونس باشه سه رحمت جعل بینکم مودتا و رحمت. حالا فرق رحمت و مودت چیه مودت مال شرایط عادی دختر و پسری ازدواج کردن پ... من خانواده که میگم بدانید منظورم زن و شوهر نیست فقط و پدر و فرزند پدر و مادر خواهر و برادر خب حالا این اینا با هم دوستن شرایط عادی به هم محبت میکنن اما رحمت مال اونجا که یک کسی دچار آسیب میشه آقا این آقا ورشکست شد دیگه نمیتونه مثل قبل خرج کنه خدای خب نکرده مبتلا شد به اعتیاد بابا آدم معتادم آدمه،, آدمه انسانه یه جای گول خوردال احتیاط پیدا کرد یا این خانم دچار یه تصادفی شده آقا پاش شکست شیش ماه دیگه نمیتونه غذا درست کنه شما آقا باید پرستاریشو بکنی این میشه جای رحمت یعنی زن و شوهر همیشه مودت نیست گای چون رحمت اونجایی که آدم میخواد یه شفقتی به یکی بکنه دیگه آقا خانواده سکنه مودت رحمت این سه تا چهارم نور چشمه سوره فرقان آخر سوره فرقان میفرماید که حبلنا نامن ازواجنا و ذریات قرت اعین آدم کیف کنه لذت ببره نور چشم انسان باشه خب بعضیا امروز میدونید روز اول محرم بود حضرت زکریا امروز دعا کرد خدا بهش اولاد بده پیرم بود هم خودش هم خانومش خدای بچه بهش داد من به بعضی از گفتم امروز دعا کنید اگه اولاد میخواید چون حضرت زکریا امروز دعا کرد خدا بهش حضرت یحیی رو داد چه پسری چه گلی میدونید که یحیی اون کسیه که دیشبم گفتم خیلی با امام حسین شباهت داره هم حضرت یحیی هم امام حسین اسمشون سابقه نداره مثلا ما فاطمه زهرا قبلش هم فاطمه داشتیم فاطمه بنت عشد اما حسین قبل از امام حسین اولین کسی که حسین نامیده شده امام حسینه اولین کسی هم که یحیی نامیده شده پسر زکریاس. این آیه قرآن دیگه قرآن میگه قبل از این کسی رو به یحیا ما خطاب نکرده بودیم خب حالا این نور چشم این چهارم پنجم پوشش هن لباس لکم و انتم لباس لهن زن لباس مرده لباس چه کار میکنه میپوشونه ای بارو زیبایی به با آدم میده زینت لباس منطبق با فصل بنده الان عوام نازکه چون گرمه زمستون هوای کلوپ میبوشه چون سرده زن ببینه مرد عصبانیه، آرام باشه بعضی اوقات این طرف باید گرمای اون مرد با سرمای شما یا بچه یا پدر میبینه جوان جوش آورده ناراحته بابا نباید نا سر به سرش بذاره سرزنشش بکنه تحقیرش بکنه مقایسه کنه لجباز بار میاد چقدر قشنگه من واقعا این بحثی که امثال دارم مدرم میگم نگرانم هستم بتونم جمعش کنم تو این دهه یک خانواده مطلوب آرامش مودت رحمت نور چشم لباس پوشش اصلا من بالاتر به شما بگم این خیلی جالبه دقت کنید بالاتر به شما بگم نظام خانواده مال دنیا نیست مال دنیا نیست یعنی چی؟ آقا میگن آدم بمیره که دیگه اونجا هورون ای اینون نمیدونم این مواعظ مطرعه دیگه دیگه اونجا پدر و مادر و اولاد همه از هم جدا میشن بله اون مال سهرای محشره که آدم میترسه باباشو ببینه بگه کوتاهی کردی بدهکار بشه بش اونجا فراره اما در بهشت قرآن میفرماید خانواده وجود داره خانواده وجود داره من آیهش رو برای شما بخونم این آیه آیه عجیبی سوره تور آیه 21 دو تا آیه می خونم یکیش سوره تور آیه 23 یکیش 21 هر دوش مربوط به خانواده است نه این دنیا اون عالم قرآن میفرماید وقتی پدر و مادرها میان بهش پدر متدین مادر متدین مذهبی نمره بیست بهشتی خب دلش میخواد بچهش هم پیشش باشه اما بچه مثل بابا نبوده بابا اول وقت نماز میخونده بچه گاهی خونده گاهی نخونده گاهی آخر وقت خونده بابا مارمزون همه روزه گرفته این بچه ناقص گرفته بالاخره الان نسل و هرچی جلو میرن گاهی دینداری کمتر میشه کمرنگ میشه قرآن میفرماید که وقتی خوب دقت کنید اینو. این پدر و مادر به این فرشته ها میگن دلمون میخواست بچهمون هم پیش ما باشه یعنی خب شما رتبه اون رو نیوردی اون بچه شما رتبه شما رو نیورده شما مثلا اگر نمرت 20 در این طبقه بهشتی اون بچه 12 است 14 است نمیتونه بیاد خدا میفرماید بدون اینکه از نمره این پدر و مادر کم کنید ارفاق کنید به اون بچه نمرش اضافه کنید بیاد پیش باباش و قرآن میفرمه قرآن میگه میگه بچه ها رو با رتبه پایین تر رو مثل مدرسه هایی که گاهی امتیاز میدن یعنی شما قبول مل... من بخونم آیه رو براتون ببینید قرآن میفرماید سوره تور آیه 21 الذین آمنو مؤمنا و تبعتهم ذریتهم ذریهشون رو دنبالشون میفرستن بعد قرآن میفرماید به ایمان البته کافر نباید باشن ای بچه کافر بوده رای نداره کافر بوده مشرک بوده مرتد بوده اون دیگه رای نداره نه اینم نماز خون بوده مثل بابا اول وقت تو مسجد نبوده میفرماید الحق بهم ذریتهم خانواده شونو حالا این ذریه ممکنه خانواده هم منظور باشه بهشون ملحق میکنیم که امام صادق فرمودن منظور از این آیه اینه که بدون اینکه از امتیاز پدر کم بشه خانوادهش فرزندانش بش این یک آیه آیه دیگر قرآن میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن شروع میکنن با هم صحبت کردن دیگه اونجا کار که ندارن که دیگه گرانی و ارزانی و قیمت دلار و ارز و اینا براشون مطرح نیست اونجا که تکلیف هم که ندارن اونجا البته بهشت ما نرفتیم ان شاء الله همتون برید میبینید عرصه رشد هست منتها رشد اونجا متناسب با خود بهشته کما اینکه شبانه روزش مطابقه با خودشه غذاهاش متناسب با خودشه ما خیلی درکی از اونجا نداریم اما این آیه میفرماید اقبل بعضهم علی بعض یتسائلون بهشتیا دور هم میشینن مثل اینکه شما تو پارکا دیدید گاهی رو صندلی میشنن با هم حرف میزنن بازنشسته نشسته ها قدیمی ها جدیدی ها خب چه خبر اولادت چطوره کاسبیت چطوره اونجا دور هم میشینن یک سوالی که از هم میکنن اینه میگن که شما تو دنیا شکار میکردید آیه قرآن ها شما تو دنیا چه میکردید میگن کنا قبلو فی اهلنا مشفقین عجیبه ما تو خونه دنیا مواظب خانواده ها بودیم نگران خانواده هامون بودیم کنا فی اهلنا مشفقین شفقت مهربانی با نگرانیه مهربانی بی نگرانی لوس بار میاره مهربانی بی نگرانی افراد رو ممکنه غیر متعارف بار بیاره شفقت یعنی مهربانی دو تا آیه تو قرآن داریم که مسئله خانواده تو بهشتم مطره حالا دیدید چقدر من دارم قرآن رو بحث میکنم و آرامش، مودت، رحمت، نور چشم، پوشش و در یک کلمه قرآن میفرماید سوره تحریمه آی مؤمنا قو انفسکم و اهلیکم مواظب خود و خانوادهاتون باشی از اون طرف هم میفرماید بدبخت کسیه که هم خودش رو بدبخت میکنه هم خانوادهش. من دو تا نمونه بگم از تاریخ کربلا برای این دو تا آیه ای که خوندم یه بار دیگه بخونم آیه اول قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و و لهجاره مواظب خودتون و بچهاتون باشید جهنمی نشید آقاییست در بسره به نام یزید ابن سبیت من خیلی رو منبرا گفتم تا اسم یزید میاد فورا لعنت نکنید ما جز به شهدای کربلا یزید داریم بله اونی که ما لعنت میکنیم یزید ابن معاویه است این آقا اهل بسره است بسره فاصله طولانی تا کربلا داره دو تا پسر داره به نام عربتا چند تا پسر داره دو تا پسر به حرفش گوش کردند. بعض وقتا بچه ها با هم مساوی نیستن داداش و خواهر با هم مساوی نیستن دو تا پسر داره به نام عبدالله و عبیدالله گفت بچه های من امام حسین رفته مکه هنوز هم کربلایی به کار نبود هنوز معلوم نبود امام حسین کوفه کی میره گفت آقا اون رفته از مدینه به مکه بیاید ما بریم بهش بپیوندیم گفتن باشه بابا دست دو تا بچه شو گرفت یه دو سه نفر دیگه هم همراه شدن و خودش و آقای یزید ابن سبید رسون به مکه یه جای اساسا رو گذاشت به بچه هاش نگو بشینید من برم به امام حسین اطلاع بدم که ما اومدیم چون امام حسین کربلا که اومد یه جای خاصی خیمه زده بود خلاصه اومد با سرعت خودش رو رسوند بهش گفتن که آقا فهمید شما داری میای رفت بدرقت زودتر رفت منتظر شما سر جاده آقا فورا حرکت کرد اومد دید بله امام حسین زودتر آمده یه سلامی کرد و این آیه رو خوند قل به فضل الله و به رحمتهی فبه زالکه فلیفرحو معنای این آیه اینه که هر وقت لطف خدا شاملتون شد خوشحال باشید رفتی کربلا فلیفرحو قرآن خواندی فلیفرحو تو مجلس امام حسین اومدی شادی حقیقی اونجایی که آدم یه چیزی گیرش بیاد آدم شراب بخوره معصیت بکنه شادی نیست اون که اون لقوه اون لحوه اون بیهودگیست است قل به فضل الله و به فلی فبذالک فل آقا گرفتش تو آغوش و اظهار ارادت کرد و با دو تا بچه هاش موند بعدم با امام حسین از مکه آمد تا کربلا روز آشورا دو تا پسراش رو صدا زد گفت دلم میخواد شما قبل از من برید میدان میترسم اگه من شهید شم شما پشیمون بشید گفتن نه بابا ولی چشم گفت من میخوام ثواب به قول امروزی ها پدر شهید بودن و جفت بچه هاش رفتن میدان شهید شدن خودش هم شهید شد تو زیارت نامه امام زمانم اومده از سلام و ابن و ابنیه من توفیق داشتم چند روز قبل کربلا تقریبا همیشه این کار رو انجام میدم میام کنار قبر اصحاب اینا رو صدا میزنم یکی یکی به مردم هم گاهی میگم میگم آقا اینا سرشون خلوت بالاخره به اینا متوسل بشین امام حسین خیلی آدم میاد سراغش یکی از کسایی که تو این سفر اخیرم صدای زدم ایشون بود گفتم آقای یزید ابن سوبید با دو تا بچه هات تو جزو شهدای کربلای تو کسی هستی که امام حسین اومده بدرقت تو کسی هستی که امام زمان به سلام داد من از تو میخوام به ارباب بی کفنمون ابا عبدالله بگی این حاجت ما رو مثلا انجام بده واسطه میکنه اینا باب این آقا مصداق این آیه است قو انفسکم و اهلیکم مواظب خود و خانواده درست شد حالا بیاد اون آیه بعدی این دو تا آیه رو کنار هم بذارید ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم اهلیهم بدبخ اونایی یعنی که خودش رو بدبخ میکنه بچهش هم بدبخ میکنه خودش تو اردوگاه مجا... منافقینه بچهش هم اونو. ما الان تو اردوگاه های منافقین آلبانی جای دیگه کلی پدر و پسر داریم یعنی دست بچهش هم گرفته رفته اونجا هم خودش الان از کشور و خانواده و دین دور شده هم فرزندش بدبخ کسیه که هم خودشو بدبخ میکنه هم خانوادهشو یه مثال هم از اینجا بزنم براتون مثالی که همه بلدید عمر سعد پسری دارد به نام حفظ حفظ پسر جوان دست این بچه گرفت و برد کربلا بدبخ تو جوان تو برداشتی اومدی کربلا و خلاصه اونم دخیل بود اونم دخیل بود نه تنها دخیل بود گاهی باباشم تحریک میکرد گفت اینها رو بزن او گذشت روزی که مختار قیام کرد و آمد و نیرو فرستاد عمر سعد رو دستگیر کردن و تو رخت خواب سر از بدنش جدا کردن و به درک واصل شد وقتی آوردنش پیش مختار یعنی سر رو آوردن همین پسرم ایستاده بود شروع کرد سر و صدا خب مختار داییش میشه که دستور داده شد اونم انتقام چون هم کشته بود آدمایی رو تو کربلا به شهادت رسونده بود این دو تا سر کنار هم قرار گرفت عمر سعد حفظ بیایید کربلا یزید ابن سبید عبدالله و عبیدالله خب اینا رو با هم مقایسه کنید دیگه هر دوش جان دادن هر دوش فرق میکنه بعضی وقت آدم بلند میشه که میخواد مسخره کنه این وقت بلند میشه میخواد احترام کنه خیلی فرق میکنه حرکت های ما هر دوی اینها رفتند اما یکی ان الخاسرین یکی قو انفسکم و اهلیکم کربلا خانواده ها بودند یک به پیشنهاد و اصرار خودشون اومدن بعضیا دو بعضیا واقعا خودشون گفتن میخوایم دو خانواده امام حسین به تقاضای امام حسین بود و اینا رو با خودش آورد و نکته سوم کربلا یک جنگ نیست که بگیم اقا مرد در مقابل من یه هماسه است یک در واقع واقعه است که باید عناصر مختلفی توش حضور داشته باشه حتی خانم ها حتی زن ها لذا این عناصر کنار هم چیده شده اومده داستان کربلا رو ایجاد کرده که حالا من اینشاالله تفصیلا فردا شب میپردازند السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین